سلام، میهمان فرهادی هستم و با چالشی دیگر میهمان خانه های شما. 2500 سال پیش داریوش هخامنشی از خداوند خواست که ایران را از خطر محافظت کند. دروغ، دشمن و خشکسالی. امروز سپاه پاسداران تجسم هر سه خطر است. این بخشی از پیام نوروزی دونالد ترامپ در سال 97 است که به عقیده بسیاری دارای یک توصیف خیلی خوب از سپاه پاسداران. سپاه پاسداران این هشت‌پایی که بر اقتصاد و بر تمام شئون زندگی ایرانیان چنبره زده. با مرتضی اسماعیل پور عزیز، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، بیشتر درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بحث و گفتگو می‌کنیم. آقای اسماعیل پور، خیلی خوش آمدید. درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمندتون، هستم در خدمتتون. سپاسگزارم. آقای اسماعیل پور، سپاه پاسداران کی و به چه منظور اصولاً ایجاد شد؟ خب ما اگر از جنبه تاریخی این موضوع، یعنی تاریخچه سپاه نگاه کنیم، اصولاً سپاه تشکیل شده از چهار گروه هست، یعنی چهار گروه که هر کدوم از اینا شاخه‌های مختلفی داشتن و هر کدوم ادعایی نداشتن که میبایست سپاه رو کسانی که این به نوعی میشه گفت حامیان انقلاب 57 هستن رو به صورت یک تشکیلات منظم شکل داد. حتی از بحث گارد ملی گرفته تا جریان‌های مرتبط با مجاهدین انقلاب گرفته و حالا بحث دولت موقت و اینها، همگی به دنبال این بودن یک جریان نظامی که حامی و میشه گفت محافظ جمهوری اسلامی خواهد بود و راه اندازی کنه. تقریبا میشه گفتش با وجود تمام این مشکلات، تقابل‌هایی که داشتن، بی توجهی به دولت موقت و همه اینها، در نهایت توسط اگر اشتباه نکنم 12 فعال سیاسی اون زمان که محامی رژیم بودن و مرتبط با رژیم بودن، این سپاه تشکیل میشه. حسای اولیش که به صورت یک کادر مشخص در میاد. اما میشه گفت با شروع جنگ سپاه نقش خودش رو به عنوان یک سیستم، یک ارتش میشه گفت تقریبا مردمی و همچنین خب جریان‌های مرتبطی با اون بودن، تنش‌های زیادی در بین سپاه بود. ما الان فکر می‌کنم بیشتر وارد فضاهای دیگه‌ای خواهیم شد، درباره تاریخچه خود سپاه نمی‌خوایم صحبت کنیم، اما تنش‌های بسیار زیادی بود. سپاه با میشه گفتش واقعا به معنای کلمه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفت و تا در دوران جنگ میشه گفتش امتیازات بسیاری گرفتش و پس از جنگ هم تمام اون سهم‌خواهی‌های خودش رو یک به یک تا به امروز به دست آورده و با قدرت خیلی خاصی میره. یک نوعی میشه گفتش سپاه در میانه گروه‌ها، فارغ از این مسئله که بعضی‌ها به جنگ می‌رفتن برای ایران و برای ایرانی، سپاهیان تقریبا میشه گفت از همون روزهای اول با توجه به اینکه ما شاهد یک سری عملیات‌های توسط محسن رضایی ها بودیم که قربانیان زیادی رو دادن، یعنی گوشت دادن دم تیغ و خیلی ها رو جان فدا کردن برای ایران، برای انقلابشون، ما شاهد این هستیم که و باید بگوییم که سپاه به عنوان یک حامی و یک گروه سیاسی و بعد نظامی جمهوری اسلامی شکل گرفت، بزرگ شد و بزرگتر شد و به نوعی میشه گفت این پاهاشو شما هشت پا اشاره کردید، من معتقد به هزار پای سپاه هستم و این هزار پا توانست در همه زمینه ها روش پیدا کنه که صحبت بیشتر خواهیم کرد در این مورد. سپاسگزارم از توضیحاتتون. از سرکوب شورش ترکمن صحرا در سال 59 با کشتار انقلابیون در سال 1401، سپاه پاسداران همواره بازوی اصلی سرکوب جمهوری اسلامی بوده. اگر ممکنه به اختصار در مورد تاریخچه سرکوب توسط سپاه پاسداران به بینندگان ما توضیح بدید. ببینید، حالا بحث قائله گنبد رو اشاره کردید، قارنا رو باید ما اشاره کنیم، اندیمشک رو باید اشاره کنیم، بحث کانون انجمن بیکاران و گروه‌های مختلف. از اوایل انقلاب اگر بخوایم اشاره کنیم، میشه گفت بحث قائله گنبد و قارنا میشه یکی از خونین ترین اتفاقات ممکن بود که افرادی مثل جلایی پور و دیگران خب نقش بسیار مهمی تو این زمینه داشتن که اصلاح طلب های امروز به محسوب میشن.
ما شاهد این هستیم که در طول تمام روزهای اول انقلاب این جریان دست به کشتار زده. از یاد نبریم کسانی که در مدرسه رفاه و علوی و دیگر جاها کشتار کردن همون اعضای سپاه بودند که بعد قدرت گرفتن. از یاد نبریم که اعضای سپاه کسانی هستن که در اعدامها سهم بسزایی داشتن. از یاد نبریم که ترورها و کشتارها و کمیته ها و همه آنچه که در اوایل انقلاب رخ داد در حلقه صورت گرفت، در اون چهار حلقه که اشاره کردم صورت گرفت که همگی خودشون رو به عنوان سپاه و سپاهی میشناختن و خودشون رو به عنوان حامی جمهوری اسلامی. و بحث جنایات سپاه صرفا مربوط به اون ایام نمیشه. ما وقتی میبینیم که فارغ از این مسئله دگراندیستیزی و ترورهایی که در خیابان در ایران رخ میداد و اون تنش‌ها و درگیری که با یک سری سازمان‌های سیاسی داشتن که منجر به بالاخره کشته شدن افراد بی‌گناه همین وسط میشد، میبینیم که سپاه پس از جنگ وارد مسائل مختلف اقتصادی شد. من اون بعداً توضیح خواهم داد. اما اینکه قدرت گرفت، اینکه سعی کرد بزرگتر بشه، اینکه سعی کرد در حوزه امنیت نقش بسزایی داشته باشه، وقتی در حوزه امنیت حضور پیدا کرد، رفته رفته خودش رو نه به عنوان یک سازمان نظامی بلکه به عنوان یک سازمان امنیتی و محافظ رژیم قلمداد کرد. از اون تاریخ به بعد هر اتفاقی که رخ داده، ما میخواییم اگر مثال بزنیم، از اندیمش مثال زدم تا اسلامشهر، تا شوش، تا مشهد و بعد از اون قائله های مختلف، اتفاقات مختلف و بعد از اون کوی دانشگاه و بعد از کوی دانشگاه بقایی 88. البته در این بین ما شاهد بازداشت صدها نفر از اکتیویست های سیاسی، مدنی، مذهبی و دیگران هستیم که توسط سپاه و یا اطلاعات سپاه و یا جریان‌های امنیتی نزدیک به هم دیگه، هرچند که اینها با اطلاعات سپاه درگیر بودن، اما همه اینها در یک پکیج میشه همراه کرد، هرچند که تعاریف متفاوتی از خودشون دارن. اما سپاه و سپاهی ها از نمایندای مجلسی که به نوعی میشه گفت قوانین رو به سمت اسلامیزه کردن و به سمت جنایت و نقض قوانین حقوق شهروندی بردن، و بعد از اون شاهد این هستیم که در دی آبان کشتارهایی که اینها انجام دادن، و بعد بحث هواپیمای اوکراینی، و بعد بحث همین امروز ما شاهد این هستیم که مردم توسط همین ها کشته شدن. یعنی اگر ما بخوایم جنایات سپاه رو یک به یک بشماریم، میتوان گفت که تمام جمهوری اسلامی در تمام روزهایش، به این خاطر که ببینید اون کسی که امروز سیاستمدار هست همون کسی است که دیروز سپاهی بود، اون کسی که امروز اصلاح طلب هست همون کسی است که سپاهی بود. یعنی در این حاکمیت چرخش نخبگان وجود نداره، بلکه سهم‌خواهی سپاهیان هستش که هر کدوم به جایگاه و منزلت خودشون برسن. این سپاهی که ما در موردش صحبت میکنیم صرفا در چارچوب به نوعی میشه گفت این تمامیت خاک ما نبود، در این سرزمین ما نبود، در خارج کشور هم سپاه نقش داشت، حالا در شاخه‌های مختلف شاید دوست داشتی در این مورد صحبت خواهیم کرد، در ترور شخصیت‌های سیاسی که در گذشته حضور داشت. ما میتونیم تعداد بسیار زیادی رو مثال بزنیم. در پرونده‌های بین‌المللی سپاه نقش داشت. سپاه میتونیم بگیم که فارغ از این مسئله امنیت و سیاست در مسئله حمل سلاح یا قاچاق مواد مخدر، همه اینها نقش داشت و اینها یک به یک جنایت هستن. اینکه امروز ایران به این حالت کشیده شده، این حالت رو ما داریم، صرفا به خاطر سپاه هستش. بگم ما اگر بخوایم 61,000 اعدامی پس از انقلاب رو بررسی کنیم، بخش عمده اونها توسط سپاه یا اجرا شده و یا عامل اونها بودن. نمیشه اینطوری بگیم که سپاه تنها نقش داشت در این جنایت ها، اما سپاه بیشترین سهم رو در جنایت جمهوری اسلامی داشته. ما نگاه نکنیم به چهره های خندان بسیاری از این اصلاح طلب های امروز، کسانی هستن که در تسخیر سفارت آمریکا سهم بسزایی داشتن، همون لباسایی که به تن دارن نگاه کنیم، ما ببینیم لباسای سپاه به تنشون هستش. وقتی ما نگاه میکنیم که
به طور مثال کمیته ها رو نگاه میکنیم، وقتی میبینیم در این سالها گشت ارشاد ها حمایت شدن از طرف نیروی انتظامی، اما فکر اینها از کجا نشأت میگرفت؟ میبینیم فرماندهان نیروی انتظامی هم مطیع سپاه هستن. یعنی چیزی در این حاکمیت، در این حاکمیت جهل و جور نیست که توسط سپاه و سپاهیان صورت نگرفته. بس ما جنایات سپاه رو از قائله گنبد گرفته، از قارنا گرفته تا به امروز، و به خصوص حالا یک سری جنایت های مشخص مثل هواپیما اوکراینی ها میتونیم مساق این جنایت تا بدونیم، اما دامنه جنایت ها رو نمیتونیم به اون چیزها که فقط میدونیم تامین بدیم، بلکه خیلی چیزها هست که سپاه انجام داده و ما نمیدونیم. سپاسگزارم از توضیحاتتون. اتفاقا سوال بعدی در مورد هواپیمای اوکراینی، یکی از مصادیق جنایات سپاه پاسداران شلیک به هواپیمای مسافربری به قصد انهدامش بود. اگر ممکنه توضیح بدید چرا سپاه اقدام به انهدام هواپیمای اوکراینی کرد و پیامدهای این برای سپاه پاسداران چه بود؟ خب اگر بخوایم این هواپیما رو مثل یه هواپیمای دیگه هم در گذشته بود که به گفته جمهوری اسلامی آمریکا اونا انهدام کرد، در حالی که همه ما میدونیم که دو تا جنگنده ایرانی که اون زمان درگیری‌های مختلفی در اون منطقه وجود داشت بالا سر این هواپیما داشت پرواز میکرد و اخطارهای متعدد نیروهای آمریکایی بی توجهی اونها و به نوعی میشه گفت بدون اینکه اشاره کنن به هواپیما مسافربری هم اونجا هستش، منجر به انهدام اون هواپیما هم شد. حالا اون مصداق رو ما بیایم که یعنی به 100% عامل این اتفاق جمهوری اسلامی بود نه آمریکا، حالا اون اتفاق رو بیایم در بحث 3 سال پیش انهدام هواپیمای اوکراینی. روز لحظاتی که این اتفاق افتاد با توجه به اینکه خب پایگاه اینا نسد در عراق هم بمبارون موشک بارون شده بود، بسیاری از اکتیویست ها از جمله من اشاره کردیم که این کار سپاه هستش، این کار نظام هستش، به این خاطر که اولا این موشک هایی که اگه جای دیگه زده می شد ردگیری می شد و کاملا مشخص می شد که از کشور دیگه شلیک شده، و یا جنگنده های آمریکایی اگر وارد مرز ایران می شدن، خاک ایران می شدن، اینها حداقل از طریق یک سری کمپانی ها و شرکت هایی که خب رصد می کنن حتما شناسایی می شدن، هرچند که بحث رادار گریزی مطرح است، اما این به این معنا نیست که در طول موج بسیار بالایی از به طور مثال پرواز که باید پایین باشن رادار گریزی رو داشته باشن و چیزهای دیگه رصد نشن. در نهایت مشخص بود که این کار سپاه هست، کار جمهوری اسلامی هستش. اما چرا این کارو کرد؟ جمهوری اسلامی اصولا عادت به این داره که یک بحرانی رو با یک بحران دیگه جمع کنه و سعی کنه اون بحران جدید رو به مقابل چشما قرار بده تا خودش دچار ضعف و مشکلات دیگه نشه. به نوعی رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم ورشکسته به شدت ترسویی هست که توان عملیاتی خودش رو ما زمانی میتونیم ارزیابی کنیم که به طور مثال صبح تا شب علیه اسرائیل، کشور زیبای اسرائیل، صحبت میکنه، ادعا میکنه که بمبارون میخواد بکنه، ادعا میکنه که در منطقه میتونه اونها رو نابود کنه، اما بیش از 500 حمله به مواضع جمهوری اسلامی و یا وابسته به جمهوری اسلامی طی 4 سال صورت گرفت و جمهوری اسلامی هرگز نتونست حتی به نزدیکی اسرائیل بشه. یعنی توان جمهوری اسلامی همینقدره. اما خب چه هدفی نزدیک بهتر برای رژیم نزدیک باشه و دردسرآفرین باشه براش که بتونه یه دفعه یک بحران بزرگ رو ایجاد کنه که اون مسئله تنش نظامی که داشت خودش صورت گرفت، ماجراجویی که کرد، رو به نوعی پاک کنه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی نمیدونست، فکر نمیکرد این ابعاد این ماجرا به این بزرگی بشه و خود همین ماجرا بشه براش بلای جون. اما تصمیمی که گرفت من فکر میکنم مشابه تمام تصمیمات دیگرش مشخصا هدفش این بود که یک بحران ایجاد کنه. عقلانیتی یا انسانیتی در وجود اینها نیست و نخواهد بود و این شوخی هست که ما فکر کنیم که جمهوری اسلامی صرفا میخواست به طور مثال یک بحران کوچک ایجاد کنه. دانسته با 2 شلیک با دستور مقامات سپاه، ببینید سیستم های فرماندهی جنگ همه شما دوستان میدونن این نیست که مثلا یک فرمانده پدافر فرمانده سپاه
خودش تصمیم بگیره در اینجور مواقع. اصولا در همون لحظه بهش میگن بحث جریان اتاق جنگ، همون لحظه تمام سیستم های امنیتی، تمام سیستم های دولتی و حکومتی که مرتبط با یک تصمیم گیری خاص هستش فعال میشه و در آن واحد ببینید بین 3 تا 4 ساعت اون مابین تفاوت ساعتی هستش که اون اتفاق اینو رسد افتاد، اگر شما 3 ساعت حالا دقیق یادم نمیاد باید مطمئن بشم بازم، ولی اون مابین تصمیم گرفته شد که بعد از اون حمله ساعت 2 شب یا 3 شب و ساعت 5:46 اگه اشتباه نکنم، من بعضی وقتا شاید اعداد اشتباه بگم ولی خب ماهیت قضیه همین هستش، این اتفاق افتاد. یعنی تصمیم گرفتن همون شورای تامینی که در هر استان هستش، در بحث کشوریش هم یک شورای خیلی خاصی هست، حالا اون شورای امنیت عالی امنیت، شورای امنیت ملی و اینها، باز هم در بین اینها یک حلقه خیلی نزدیکتری از تصمیم گیری نهایی است. آنچه که حاجی زاده انجام داد 100% تصمیم خود خامنه ای بود. یعنی ما نمیتونیم شخص خامنه ای و شخص حسن روحانی رو تمام گزینه‌هایی که در رأس قدرت بودن رو نادیده بگیریم و بگوییم شخص حاجی زاده تصمیم گرفت و حالا اون دوتا موشکی که حالا به گفته اینها اتوماتیک هستش که یک چیز جوک و مسخره‌ای هست از نظر نظامی، به این خاطر که یک موشک وقتی شلیک میشه یعنی هدف مشخص داره، موشک دوم در زمانی هست که تایید و ماشه اون موشک هم زده بشه. این به این معنا هست که جمهوری اسلامی 100% به دنبال این بود که اون هواپیما رو منهدم کنه. البته گفته‌هایی که 4 نفر از شهروندان آمریکایی اونجا حضور داشتن و یا چیزهای دیگه، حالا این 100% در این مورد من نمی‌تونم نظر بدم، اما همین هم نشون از این میده که جمهوری اسلامی از آمریکا میترسید و با کانادایی که قطع دیپلماتیک داره و به نوعی میشه گفتش براش این موضوعش فکر می‌کرد اونقدر هزینه ایجاد نکنه، بیشتر وارد این جنگ شدش، وارد این جنگ کشدار شد. به عبارت اینها دست به این اقدام زدن تا مانع حمله آمریکا بشن، چون بیم این رو داشتن که آمریکا حمله بکنه. موافقید با این؟ بله، بحران ایجاد کردن که بحران اول از بین بره. یعنی تمام تلاش رژیمی بود که یک بحران ایجاد کنه. به طور مثال در خیابان یک دفعه مردم در خیابان حضور دارن، یک منطقه رو گرفتن، اینها میان چیکار میکنن؟ چند نفر رو میکشن. وقتی چند نفر رو میکشن، موضوع از اون تصرف و اون مثلا اون مکان سیاسی و دولتی تغییر میکنه به کشته شدن 2 تا 3 نفر، و چون کشته شدن 2-3 نفر مهمتر از اون مکان هستش، اون لحظه تمام توجه ها میره به این اتفاق کشدار. من فکر میکنم بحرانی که ایجاد کردن برای این بود که هم جهان هم رسانه ها درگیر خبر دیگری بشه و اینو نسبت که حمله کرده، علنا به خاک عراق حمله کرده و به یک پایگاه نظامی آمریکایی حمله کرده، خب کلن از اون بحث خبرها کم رونق‌تر از موضوع خبر حمله به هواپیما میشه. به نوعی علاج کردن این موضوع هم به دست آقای ظریف و افراد مثل ظریف پیش رفتش. بله، اینها اگر خاطرتون باشه در روزهای اول که به کل منکر میشدن، میگفتن امکان نداره که هواپیما موشک بخوره و به حرکتش خودش ادامه بده، در هوا منهدم میشه، یا چیزهایی که واقعا شرم‌آوره و اینها ننگی هست که تا زمانی که زندان بر پیشانیشون میمونه و تاریخ این رو ثبت کنه. در مورد سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران صحبت بکنیم. اگر ممکنه در مورد تاریخچه شکل‌گیری این نیرو و عملکردش و اهدافش توضیح بفرمایید. ببینید، میشه گفتش سپاه شاخه‌های مختلفی برای خودش ایجاد کرد که در اون اگر ما بخوایم حالا تاریخ‌های مختلفی هم اشاره کنیم، اتفاقا من به این دلیل که بخوایم دقیق باشیم 1983 در بیروت به اون پایگاه که نیروهای آمریکایی، تفنگداران آمریکایی حضور داشتن حمله شد و 1996 در عربستان اون بمب‌گذاری صورت گرفت. 2011 هم
به کمک بشار اسد رفتن، 2015 هم در یمن به حوثی‌ها کمک کردن. یعنی این 4 تا مثال رو من زدم، به غیر از اون میکنست و خیلی جایی دیگه که نقش سپاه قدس هم عیان هستش. مثال به این دلیل زدم که بگویم سپاه قدس همون شاخه برون مرزی جمهوری اسلامی هست که حالا از زیر مجموعه سپاه هستش، ولی خب فرمانده 3 تا فرمانده تا حالا داشته، همین آقای وحیدی که 10 سال به قول معروف گفتنی فرمانده سپاه بود که دوران خیلی اوجش نبود، ولی خب بعد از اینکه سلیمانی به طول 24 تا 25 سال فرمانده بود و الان قانی که 3 ساله. خب مخاطب شما به خوبی میدونه سپاه قدس منفورترین جریان سپاه هستش، به این خاطر که دست کم حالا اونطور که برآورد شده بیش از 2 میلیون انسان توسط این گروه دست کم کشته شده که بیش از نزدیک به 1 میلیون صرفاً در سوریه بوده. البته آمارهای بسیاری از گفته میشه 500,000 یا نزدیک به 600,000 نفر در سوریه کشته شده توسط سپاه قدس، ولی خب آمارها یه آمارهای مقطعی بوده و تو این سالها نزدیک به 1 میلیون نفر رسیده. ترورهای زیادی از توسط همین گروه انجام شده، فریدون فرخزاد و خیلی های دیگه که در خارج کشور ترور شدن، کشته شدن، شاپور بختیار، قاسملو و خیلی های دیگه، اینها تماما توسط یک جریانی که در خارج کشور انجام میشد صورت گرفت و نیروهای مختلفی داشتن. سپاه قدس در اصل زیر مجموعه سپاه هست و خود سپاه قدس شاخه‌های مختلفی داره، یک شاخه ایرانی داره و یک شاخه تبع افغان و سوری و یا عراقی و دیگر گروه ها. اصولا میتونیم ما بگیم سپاه قدس با همزمان با سپاه قدرت خودش رو افزایش داد و بودجه های بسیار کلانی داشت و در امر قاچاق سلاح و مواد مخدر و رایزنی های سیاسی در خارج کشور به خصوص در عراق و میشه گفت بریزو به پاش های مختلف برای اثر اتفاقات خاص سپاه قدس انجام داده. سپاه قدس در حقیقت میشه گفتش جریانی است که به دنبال صدور شیعه‌گری در منطقه بودش. بیشترین تلاش خودش رو هر چند سعی کردن با ترکیه، جمهوری اسلامی همش روابط خوبش رو داشته باشه، اما حضور به قول معروف گفتنی سپاه قدس در منطقه بیشتر برای ترویج شیعه‌گری و مقابله با ترکیه و عربستان بود، به خصوص عربستان. حمایت جمهوری اسلامی از سال 2015 به بعد از حوثی‌ها و موشک بارون آرماکو در عربستان و یا اختلافاتی که با یه سری جاهای دیگه این حوثی‌ها داشتن، تماماً تسلیحات اینا توسط سپاه انجام شد. سپاه در حقیقت، سپاه قدس در حقیقت شیادترین جریان سپاه محسوب میشه که گروه‌های آموزش دیده با بودجه‌های بسیار کلان هستند که دنبال ترویج تروریست در منطقه هستند. سپاه قدس اصولا از همون سال‌های در چند سال اخیر جزو لیست تروریستی قرار گرفت و در سال‌های اول هم نگاه منفی بهش داشتن. فرماندهان سپاه قدس عمدتاً جزو گروه در لیست گروه‌های تروریستی هست، در عنوان تروریستی هستند، تحریم هستند و گروهشون هم گروه سپاه قدس هم همینطوره. شاخه‌های مختلفشون از زینبیون تا فاطمیون یا گروه‌های مختلف دیگه، همه اینها نشون از این میده که مزدورانی هستند که برای ترویج تروریست در منطقه آموزش دیدن. در کلیتش ما باید سپاه قدس رو چهره واقعی جمهوری اسلامی بدونیم که در منطقه و در جهان منجر به ناآرامی شدن. یه نکته که من میخوام بگم در مورد سپاه قدس که کمتر بهش توجه میشه، سپاه قدس یک زمانی بیشتر به سمت مسائل نظامی بیشتر سوق پیدا میکرد، ولی الان در حال حاضر سپاه قدس به عنوان یک به جز بحث تروریسم منبع اقتصادی هم هستش. آنچه که در خارج کشور داره تماما انجام میشه
توسط سپاه قدس انجام میشه و به همین خاطره که کشته شدن قاسم سلیمانی که خب نیکنیمشون معروف هستن به کتلت، به این خاطر هستش که این فرد در منطقه بسیار هم فعال بود و تونسته بود بسیاری از کشورها رو همراه خودش کنه و جریان سازی کنه و مسائل اقتصادی رو پیش ببره. اگر سلیمانی رو مسائل مالیش رو ازش جدا کنیم، اصولا اونقدر هم قدرت نداشت. یعنی ما تصور اون از سپاه قدس نباید یک تصور هیولا یا چند عجیب و غریب باشه. اصولا سپاه قدس نیرو فقط اعزام میکنه به اونجا و کشته شدن نیروهاشون همیشه هست. یعنی ما در طول هفته و در طول ماه بارها خبر از کشته شدن نیروهاشون، یعنی نیروهای خاصی هم نه، بله یک آموزش متفاوتی میبینن، یک جریان متفاوتی هستن به نسبت نیروهای داخل سپاه در داخل ایران، حرفه‌ای تر هستن. اما وقتی ما مقایسه میکنیم سپاه قدس با نیروهای دیگه جهان در کشورهای مختلف، میبینیم یک نیروی آشفته شلخته. و من به دلیلی که تاریخ جنگ خوندم و یک سری مسائل مختلف مربوط به مسائل نظامی رو مطلع هستم، میدونم که این گروه هم از نظر حالا ادعاهایی که بذاریم کنار، هم از نظر تسلیحات، هم از نظر اون آمادگی جسمی و قدرت عملیاتی بسیار ضعیف هستن. نیروهاشون هم مزدور مزدور هستن. مزدور به معنای توهین نیست، یعنی اینا کسانی هستن که با پول می جنگن و برای پول به نوعی کاری انجام میدن، در حالی که مثلا وقتی ما نیروهای کلا سبز آمریکا رو مقایسه میکنیم با اینها، اصلا فکر میکنیم یک گروه، یک دانشگاهی با یک بچه مهد کودکی میخوان با هم مسائل علمی یا مسائل مختلف رو با هم ارزیابی کنن. تفاوت بسیار هستش. سپاسگزارم ازتون. به عبارت خیلی ها این رو میگن که اینها خودشون اجازه دادن که داعش در عراق رشد بکنه که بعداً بتونن شبه نظامیان شیعه رو مطابق آنچه که در لبنان صورت دادن در جنوب لبنان مثل حزب الله ایجاد بکنن. یعنی اینها در تمام در واقع مسائل منطقه نقش منفی باید کردن. سپاسگزارم ازتون. احمدی نژاد رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی به کنایه گفته بود برادران قاچاقچی، یعنی سپاهی ها رو مثال زده بود. سپاه پاسداران عملا بر اقتصاد ایران چنبره زده. یک مقدار در مورد فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران برای ما بود. حتی اشاره کنم خود احمدی نژاد خیلی ها تصور میکنن یک فردیه که منتقده، در حالی که این فرد به شدت وابسته به رژیم هست و بعضی وقتا یک سری جملات برای دلخوش کنک کردن هستش، یک نوعی ادامه دهنده جریان اصلاح طلبی یا میانه روی یا هر چیز دیگه، در حالی که این فرد و یا افرادی شبیه احمد نژاد مشخصا مخالف رژیم نیستن و همراه هستن. اون بحث هم، اون تنش‌ها و اختلافات دقیقا بعد از اون سخنرانی من به خاطر دارم که در تالار وحدت وزارت کشور به نوعی میشه که قراردادهای مرتبط با اقتصادی رو با حضور احمد نژاد بسته شد. یعنی اون سخنرانی رو ما بعد و قبلش هم نگاه میکنیم، میبینیم که هیچ تفاوتی ایجاد نشد و اون برادران قاچاقچی و اون گلوگاه‌های ساحلی و این چیزها همش به صرفا یک سخنرانی بود، احتمالا داره با هماهنگ خود اصلا خود برادران قاچاقچی سپاه. این نکته به اشاره شد باید بشه. ولی اینکه سپاه، من همیشه یکی از دلایلی که میگم اصلاح طلب ها باعث بدبختی این کشور هستن اینه که در زمان هاشمی و به خصوص در زمان خاتمی رشد حضور سپاه در بحث قرارگاه، در بحث بعد از اون بانک، خودروسازی و دیگه، از همون زمان خاتمی صورت گرفته. یعنی از زمان خاتمی ما اگر بخوایم نگاه کنیم، میبینیم که سپاه تونست قرارگاه خاتم الانبیا رو فعالیت گسترده کنه، یعنی گسترشش بده از موزه راه و ساخت به موضوع ساختمان سازی و شرکت‌های مختلف مثل آتیه ساز و دیگران رو تأسیس کنه. جریان اقتصادی سپاه تقریبا به بحث نیرو رفت، انرژی و نیرو رفتش و تونست کمپانی‌های بزرگی بعدها بخره مثل مبنا و دیگران که ادعا می‌کنند تو سپاهی نیستن. و میشه گفت بیش از در حاضر 95% از انرژی کشور توسط سپاه، یعنی قرارگاه‌های سپاه داره تامین میشه و در بحث‌های مختلف سوخت، پتروشیمی‌ها، ورود همین آقای خاتمی باعث شد که ورود سپاه به پالایشگاه‌ها گسترش پیدا کنه. و در کنار اون ما می‌بینیم که
هلدینگ‌های متعددی ساخته شد، کمپانی‌های مختلف، کارخونه‌ها، شرکت‌های مختلفی ساخته شد، به قدری که سپاه به جایی رسید که قراردادهای کمتر از 100 میلیارد تومان در اون زمان بسیار بالا بود، سپاه دیگه قرارداد نمی‌بست. یعنی به قدری نیروهاشون از 40-50 هزار به 130 هزار نیرو رسیده بود در اون زمان، در چندین سال پیش، الان احتمالاً بیشترم شده باشه. و بحث خصولتی شدن شرکت‌ها هم دقیقاً به خاطر همین نقش سپاه بود در بحث مخابرات. ما فراموش نمی‌کنیم یک نفر رو کشتن به خاطر اینکه مناقصه در مناقصه حضور داشت، و همین مناقصه در عدم حضور، عدم شرکت اونها در مناقصه در جنوب کشور، یعنی هیچ مناقصه‌ای نبود، اینها مناقصه رو برنده می‌شدن، هیچ حریفی نداشتن، رقیبی نداشتن، و وقتی هم بهشون میگفتن شما چرا این کارو می‌کنید، میگفتن برای بحث امنیته، که به قول بسیاری اینها، چون اینا خودشون ذاتاً مسئولیت امنیت دارن، خودشون باعث ناامنی میشدن تا این پروژه‌های اقتصادی رو بگیرن. یعنی اگر ما بخوایم نگاه کنیم، هلدینگ‌های بسیار زیادی در حال حاضر چیزی به غیر از سپاه در ایران نقش نداره. یعنی اگر شرکت‌ها، حتی سرداران بازنشسته رو نگاه کنیم، نماینده‌های مجلس رو نگاه کنیم، نمیدونم روابط خاص رو نگاه کنیم، مثل همین شرکت بهمنی که توسط مردم تحریم میشه و به قول میهن در تحریم میشه، همه اینها ما میبینیم که اینها مرتبط با سپاه و سپاهی ها هستن. این چیزی در ایران نیست که مرتبط با سپاه، اما به طور مشخص ما میتونیم بگیم که تمام پولشویی ها، تمام رانت ها، تمام مزایده ها، تمام مناقصه ها، تمام میشه گفتش شرکت هایی که مرتبط با جریان اصلی قدرت و ثروت در ایران هستن، همکنون توسط سپاه اداره میشه. سپاه هم به خاطر همین که رشد پیدا کرد، این چنین خونخوارتر از قبل شد. یعنی اگر ما میبینیم امروز دستگاه امنیتی متعدد ساخته میشه، میبینیم که رژیم در خارج کشور میاد یه سری از فعالین سیاسی رو میخره و کنشگران زیادی رو ما در خارج کشور میشناسیم که خونشویی میکنن، با جریانهای سیاسی ناپاکی ارتباط دارن، همه اینها ما تهش میبینیم که مربوط به سپاه میشه و فعالیت‌های مرتبط به سپاه. سپاسگزارم از توضیحاتتون. اینم در نظر بگیریم که سپاه پاسداران خودش ده‌ها اسکله غیرقانونی داره و ده‌ها میلیارد دلار برای قاچاق وارد کشور می‌کنه. بعد کولبران کل رو اینها به رگبار می‌بندن برای یخچالی که می‌خواد وارد کشور کنه. واقعاً شیادی از سر و روی اینها می‌ریزه. آمریکا در دوره ترامپ سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام کرد. اروپا در اون مقطع همراهش نشد، حتی منتقد این حرکت بودن، میگفتن تنش‌ها رو افزایش میده، ولی در حال حاضر زمزمه‌هایی به گوش میرسه که اروپا هم قصد داره سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام بکنه. چرا این رویکردشون تغییر کرد؟ من یه نکته ادامه در اون ادامه صحبت، این که همین تسلیحات بست، قاچاق تسلیحات یا فروش تسلیحات در بازار سیاه و مواد مخدر، که تهدید محسن رضایی از یاد نبریم که گفته بودش اروپایی‌ها اگر سر به سر ما بذارن، تحریم‌ها رو بیشتر کنن، کاری می‌کنن که مواد مخدر در اروپا ترویج پیدا کنه. این بحث قاچاق و یا ترانزیت مواد مخدر رو، خود این بحث میلیاردها دلار سرمایه هستش، ثروت هستش که از یاد نبریم. اما جان ترامپ آنچه که کرد دقیقاً، حالا برخلاف بسیاری از گلوبالیستا و خیلی های دیگه که موافق یه جورایی غیر مستقیم جنگ هستن، ترامپ مخالف جنگ و مخالف هر نوع آشوب در منطقه بود و به دنبال این بود که قدرت گروه های تروریستی ضعیف و ضعیف‌تر بشه، به حدی که بتونن اونها توسط مردم خودشون سرکوب بشن و از بین برن، و همون حالت هم شد. یعنی آنچه که ترامپ کرد با تحریم هایی که سپاه رو انجام داد، باعث نارضایتی هایی که در داخل بعد رخ داد، به خاطر اینکه اینا دیگه بیش از حد میخوردن و چیزی هم واسه مردم نمیرسید، اینا اتفاق. اما ترامپ آنچه که کرد میشه گفتش ضربه نهایی رو به سپاه زد. اروپایی ها مخالف این جریان بودن به خاطر اینکه تصور میکردن منافع اقتصادی خودی با جمهوری اسلامی میتونن داشته باشن. از طرف دیگه متاسفانه تنش های سیاسی هم عاملش بود.
در کنار اون موج رسانه‌ای که ایجاد شده بود، یعنی ما یک بخش منافع خورده منافع کشورهای اروپایی رو باید در نظر بگیریم، یک بخش لجبازی سیاسی هست. ببینید ترامپ از نمیدونم خیلی از کنوانسیون‌ها و خیلی از این جاهایی که صرفاً آمریکا پول میداد و کشورهای دیگه پول نمیدادن خارج شد و علناً در تضاد با دیدگاه‌های کشورهای اروپایی یه سری صحبت‌ها رو کرد، مخالفت‌هایی داشت و مواضعی که می‌گرفت باعث خوشنودی بسیاری از سیاستمداران می‌شد. سیاستمدارانی که در اروپا بودن اصولاً خب بدبستان‌هایی با آمریکا داشتن و دونالد ترامپ به همین راحتی اون بدبستان‌ها رو نمی‌داد. در رأس نتو مشاهده این بودیم که ترامپ معتقد بود کشورهای دیگه‌ای که عضوش هستن باید بیشتر پرداخت کنن. اینها باعث این می‌شد که هرچی که ترامپ میگفت حتی اگر به نفع جهان باشه اینها مخالفت کنن. و در کنار اون ما شاهد یک جنگ رسانه‌ای بسیار بزرگی هم بودیم، جنگی که باعث این شده بود که بسیاری از کشورها مطیع رسانه‌ها بشن. اون قدرت شبکه‌های رسانه‌ای باعث این شده بود که به طور مثال یک جریان فاسدی که در خارج کشور مدعی بود که نباید تحریم ها بشه، نباید فشار روی جمهوری اسلامی و سپاه باشه، تونسته بود رسانه ها رو از آن خودش بکنه و نقش بسزایی داشته باشه. اینها رو من به این اشاره میکنم که لابی هایی وجود داشت که در دوران ترامپ به خصوص بحث دموکرات ها، ناپاکی ها، گروه لابیست جمهوری اسلامی که شیاد هستن در آمریکا، دارن زیست انگلی میکنن و با جمهوری اسلامی تعامل دارن. اینها کسانی بودن که تونستن لابیگری کنن، کسانی بودن که تونستن یک سری از جریان های چپ در اروپا رو همراه خودشون کنن و به همین دلیل تحریمان نباشه. اما الان چه شده؟ الان دقیقا همون چیزی که من دارم میگم، لابی هاشون از بین رفته، جمهوری اسلامی، رسانه ها دارن توجه میکنن به مردم ایران و به عبور از جمهوری اسلامی دارن همه تاکید میکنن، یعنی رژیم چنج رو دارن روش مانور میدن. و از طرف دیگه اروپایی ها فهمیدن که اگر جمهوری اسلامی برود و ایران بیاید به نفع اونها خواهد بود. در کنار اون ما یک جمعیت خب بالاخره بسیار بزرگی در ایرانیان خارج کشور ما داریم که اینها رأی دارن، سبد رأی دارن، اینها در کمپین های مالی شرکت میکنن. وقتی دیدن این اتحادی که بین مردم هست دیگه نسبت به اون چیزی که اون گروه منحوس مرتبط با ظریف و دیگر جریان های ناپاکی که ما اسمش رو میذاریم، همه دوستان میدونن منظور من چی هست، شاید به دلیل قوانین رسانه‌ای من نتونم اسم اونها رو بگم. این اتفاق باعث این شده که اروپایی ها بپذیرن که دیگر زمان مماشات نیست. ببینید همون زمان که اگر اشتباه نکنم دولت نروژ وزرای زن بسیار زیادی هم داشت، همون زمان که اینها فمینیستی بودن مجبورشون کردن اینها رو اون لچک روی سرشون بذارن و برن دیدار کنن به دلیل منافع اقتصادی. صرفا ببینید این شاید اون تبادل اقتصادی آنچنانی هم نشد، اما به نوعی تعامل داشتن میکردن چون لابی های جمهوری اسلامی اینها رو گوش میکردن، هولشون میدادن، فشار میدادن که برن. از طرف دیگه ای از یاد نبرین که با وجود اینکه کشورهای دیگه نمیتونستن تعامل آنچنانی داشته باشن با جمهوری اسلامی، باز هم برای لجبازی با دونالد ترامپ که این واقعا مسخره بود در اون زمان، ما شاهد این بودیم که اینها باز هم تحریم‌های آنچنانی نمی‌کنن و سپاه رو به عنوان یک حالا جریان. البته من یک خیلی کوتاه هم بگم، میدونم وقت شاید اونقدر نباشه، مشخصا در مورد سپاه لابی هایی که در کانادا و آمریکا بودن، در آمریکا این تونستن بعضی از سربازانی که در سپاه خدمت میکردن و براشون بحث لغو روادید بود براشون مهیا کنن. اونها همون کسایی هستن که شاید امروز موافق تحریم ها باشن، اما یک زمانی لابی های مختلف سیاسی مانع حتی از این میشد که سربازان سپاه که تفنگداران سپاه بودند رو هم در ترور در لیست های تحریمی قرار دادن. یعنی فشارهای جریان های چپ و جریان های مختلف در این موضوع کم نبود. جریان چپ منحوس منظورم، نه چپ ما، چپ های نرمال و عقلانیتگرا هم داریم. درست، سپاسگزارم. فکر میکنم علاوه بر صحبت شما که به کل منطقی درست بود، یکی از دلایلی که اینها از خواب خرگوشی بیدار شدن مسئله دخالت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین بود و کشته شدن شهروندان اروپایی به دست پهپادهای ساخت سپاه پاسداران. فکر میکنم اینم خیلی نقش داشت در این میان.
بله 100% همینطوریه، به خصوص اون کشف اون بحث پهپادها که دیگه میشه گفتش. ببینید این در کنار اون ما بحث تروری که مثلا در بروکسل قرار بود انجام بشه توسط اسدی، یا بحث به نوعی میشه گفتش اتفاقاتی که در چند وقت اخیر اون تروریسمی که در خاورمیانه داشت افزایش پیدا میکرد، و یا حتی همین الانی که مثلا ما شاهدین هستیم که یک محموله حاوی اورانیوم، حالا من باید بیشتر در این مورد اون قطعات بوده چی بوده باید مطمئن بشیم چی ازش حاوی، خب بالاخره اون حاوی ذرات اورانیوم داشته، اینها همه یک سری پیام‌های خاصی هست به اتحادیه اروپا که دیر به جنبد اروپا بدتر از این خواهد بود و اون اتفاقات شومتری رو جمهوری اسلامی رقم خواهد زد، و اونها نگران این هم هستن که جمهوری اسلامی کره شمالی نشود، یه کمی به اون نگرانی هم فکر میکنن که بحث سلاح هسته‌ای یا چیزی هست که متفاوت میشه بحث و یک بحث جریان بسیار درازایی دارد. بعد این خبر ارسال اورانیوم به لندن و ساخت احتمالاً تلاش اینها برای ساخت بمب‌های کثیف، امیدوارم که این پروسه تروریستی اعلام شدن سپاه رو تسریع بکنه و اینها بدونن با چه رژیمی سر و کار دارن. حدود 10 دقیقه فرصت داریم آقای اسماعیل پور، اگر ممکنه در مورد اهمیت تروریستی اعلام شدن سپاه توسط اروپا صحبت کنید و بگید اثراتش چیه. یه سوالم دارم که در مورد مداخله بشردوستانه است بعد از این ازت. حتما. ببینید وقتی سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره به این دلیل که این جریان شاخ و برگ‌های بسیار داره، همونطور که گفتم هزارپا هستش، میتونه رژیم رو دچار بحران اقتصادی کنه و رژیم رو در به نوعی میشه گوشه رینگ قرار بگیره و بیدفاعش کنه، و اینکه بیدفاع بشه نتایجی خواهد داشت که جمهوری اسلامی رو فلج خواهد کرد. آنچه که تا الان به نوعی جمهوری اسلامی تونسته پیش ببره صرفا اون هیکل خودش نبوده که این هزارپا هست، و اون هزارپا بالاخره تا الان یک سری دستانش قطع شده، بحث که گروه های تروریستی در منطقه هم هستش. وقتی جمهوری اسلامی نتونه گروه های تروریستی رو تأمین کنه به نوعی میشه گفتش تمام تلاش 44 سالش مبنی بر صدور و شرارت انقلاب در منطقه هم از بین خواهد رفت، چون به طور مثال اینا پولکی هستن، هشت و شعبی ها الان دیگه تره هم خورد نمی کنن برای جمهوری اسلامی، هرچند که یک سری ادعاهای جمهوری اسلامی داره، و اینکه به طور مثال حزب الله و حماس و نمیدونم گروه جهاد اسلامی و اینها نتونن تأمین مالی بشن، اینا پس میزنن جمهوری اسلامی. اگر پس بزنن اتفاقات خاصی در منطقه رخ میده و جمهوری اسلامی دچار حقارت بزرگ میشود. ببینید یک حکومت هر چقدر هم بزرگ با حقارتهایی که داره صورت میگیره داره ای ضعیف و ضعیف‌تر میشه و نیروهای حامی خودش رو از دست میده. از یه طرفی هم ما از یاد نبریم که کشورهای مثل قطر که ترویجگر تروریست سنی هستش، مثل طالبان، مثل القاعده و دیگران، یک تعامل ویژه‌ای با جمهوری اسلامی داره و به جمهوری اسلامی داره خدمات زیادی میده. از یاد نبریم به خاطر اون تنشی که بین قطر و عربستان هست و یا تنشی که بین قطر و دیگر کشورها هستش، و جمهوری اسلامی در این سالها همیشه کنار قطر بوده، هرچند که تحقیر هم میکنه بعضا با یک سری مسائل، اما تعاملاتی که منجر به تروریستی بودن سپاه میشه اینه که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه به قول معروف گفتنی اون انتقال مالی انجام بده. تمام شرکت ها، این صحبتی که ما از اول داشتیم، سپاه به چه هیکل بزرگی تبدیل شده و اون هزارپا دست و هر جایی گذاشته، و اون هزارپا باعث این میشه که دیگه تمام این دست ها بسته میشه و جمهوری اسلامی با یک هیکل بزرگ و به نوعی جثه بزرگ و نداشتن دست و پا خب دوچار موزل میشه و در جا میفته، و در جا افتادنش با توجه به اینکه مردم هم در خیابان و در موضوعات مختلف مثل کمپین‌های برداشت پول یا فشارهایی که دارن، بحث سوخت بیشتر استفاده کردن، نکات دیگه، فشار داخلی میاره و فشار خارجی هم وقتی باشه تقریبا جمهوری اسلامی دوچار مشکلات و معضلات زیاد میشه. در نتیجه من فکر میکنم تروریستی اعلام کردن جمهوری اسلامی هم در بحث زدودن هر گونه مشروعیت سیاسی باش روبرو میشه، که در بحث سوال بعدی میتونه این جوابگو باشه این مشروعیت سیاسی از بین بره چه اتفاقی میفته، هم در بحث
داخلی یک پمپاژ امیدی میشه که مردم میتونن زودتر رژیم رو سرنگون کنن. جمهوری اسلامی هم اگر بازوهای اجراییش و بازوهای امدادیش به دادش نرسن، تقریبا میشه گفتش توان آنچنانی نداره. ببینید، همین که مردم نسبت به گذشته تقابل میکنن، نه فرار، دفاع مشروع میکنن، نه به قول معروف گفتنی فقط شعار بدن و برن، همه اینها باعث این شده که رژیم بفهمد که اگر کوچکترین عقب نشینی کند سرنگون خواهد شد. به همین دلیل است که من فکر میکنم سپاه اگر تروریستی اعلام بشه، کاردارهای مختلفی که سفیرها، خیلی از سفیرها عضو سپاه بودن، خیلی از فرزندان این نکبت‌ها در خارج کشور هستن، سرمایه‌گذاری‌های زیادی در کشورهای مختلف سپاه انجام داره، تمام اینا بلوکه میشه، تمام اینها مصادره میشه و به حکومت بعدی در اختیار حکومت بعدی قرار میگیره. یعنی به نوعی میشه گفت صنعت خودروسازی، بانک، دارو، هر صنعتی که فکر کنید در ایران به نوعی میشه گفتش دچار بحران میشه و این قیمت دلار هم افزایش بره، کم کم رژیم توان ارائه هر گونه به نوعی میشه گفتش بقای خودش رو از دست میده. سپاسگزارم از توضیحات. حدود 5 دقیقه فرصت داریم. اینو در نظر بگیریم که ما به مراحل بالاتر و عالی‌تر بحران برسیم. سپاه پاسداران قصد داشته باشه از طریق پهپاد یا موشک یا مداخلات دیگر شهرهایی که آزاد شدن رو مثلا دوباره به تصرف خودش در بیاره. مداخله بشردوستانه چقدر میتونه مانع این کار بشه؟ حدود و ثغور مداخله بشردوستانه، امداد بشردوستانه چیه؟ ببینید، در روابط بین‌الملل ما اصلی داریم تحت عنوان اصل امداد، که این اصل امداد زمانی به نوعی میشه گفت ارائه میشه و در عرصه عمومی در موردش صحبت میشه که شهروندان تحت قیامت یک کشوری تحت آزار و اذیت سیستماتیک قرار بگیرن و حالا یا نمایندگانش یا شواهدات و مسائل مختلف نشون از این بده که کشورهای دیگه میبایست در امور اون کشور دخالت کنن، که این اصل امداد با توجه به این که یک نظر لیبرالیسم هم هستش، این امری ذاتن اخلاقی هست. یعنی این نیست که به طور مثال یک کشوری اگر به کشور دیگه فشار بیاره، از طریق تحریم ها گرفته، از طریق دیپلماسی گرفته، از طریق نمیدونم انتقال منابع گرفته یا تقویت یک جریان مخالف رژیم گرفته و یا حتی دخالت های نظامی گرفته. این اصولا در این شرایط امری طبیعیه و توجیه سیاسی داره، در کنار اون توجیه اخلاقی داره و بعضی کشورها رو میتونه موجب کنه که بر اساس منشورهای مختلف که در سازمان ملل تبیین شده، کشورها رو وارد یک شرایط متفاوت کنه. حدود صغور این موضوع با توجه به شرایط هستش. ببینید، ما وقتی از دخالت بشردوستانه حرف میزنیم، شاید بسیاری بگن فقط نظامی هست. آنچه که ترامپ میکرد دخالت بشردوستانه، یعنی چی؟ تحریم‌های حداکثری، بهش میگفتن دیوار تحکیم تحریم‌ها، و این دیوار تحکیم تحریم‌ها لایه‌ها 11 لایه تحریمی بود که به 556 تا مورد تحریمی رفت میشد، ببخشید 19 تا موضوع حقوقی مربوط میشد و همه اینها در کنار هم منجر به این میشد که جمهوری اسلامی در شرایط سختی قرار بگیره. پس دخالت بشردوستانه زمانی صورت میگه که حکومت مشروعیت نداشته باشه. مشروعیت نداشته باشه، همون بحث تحریم‌های سپاه بود، همون فشار سیاسی در خارج کشور است، باعث این میشه که یک کشور با توجه به اینکه در خیابان ما کشته دادیم، با توجه به اینکه در خیابان مردم حضور دارن، خیلی راحت‌تر اگر من بخوام بگم مشروعیت سیاسی رو از رژیم گرفتن، یعنی اون چیزی که بهش بحث امنیت رو تنفیذ کرده بودن، بهشون بحث قانون و حکمرانی و امنیت و همه اینا رو به حکومت دادن، زمانی که مردم ازشون میگیرن و میخوان که این رژیم چنج بشه، رژیم عوض بشه، یعنی حکومت مشروعیت نداره. پس کشورهای دیگه ای وقتی ببینن شرایط بسیار بحرانی قرار گرفتن، حالا در لیبی یا خیلی جاهای دیگه ما شاهد این موضوع بودیم، اما در این شرایطی که مردم کشته بدن، تحت قیامت هستن و سرکوب شدید قرار بگیرن، بر اساس این که این حکومت مشروعیت نداره و مردم مشروعیتشو ازش پس گرفتن، کشورهای دیگه میتونن وارد بشن. ورودش هم توی اشاره کردن مختلفه، اما من نمیدونم چقدر دیگه وقت هستش، میخوام تقریبا وقت اسمام در حد 30 ثانیه بفرمایید.
من میخوام اینو بگم که دخالت بشردوستانه خواسته مردم هست، این ریسپانسیبل کردن کشورهای دیگه نسبت به جمهوری اسلامی که این جنایت ها رو انجام میده، به این دلیل هستش که اگر جمهوری اسلامی برود امنیت و صلح در جهان برقرار خواهد شد، چون جمهوری اسلامی هست که حامی این زنجیره گروه های تروریستی و آشوب در منطقه است. به هر حال آنچه که امروز مردم در خیابان میخوان سرنگونی جمهوری اسلامی است و سرنگونی جمهوری اسلامی، نه اینکه نمیتونن مردم این کارو کنن، اما با حمایت خارجی قطعا شرایط بهتر خواهد شد، صرفا حمایت. سپاسگزارم مرتضی اسماعیل پور، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز. به پایان این چالش رسیدیم. تا چالشی دیگر، بدرود.